بسم اللہ الرحمن الرحیم، برس کے ناظرین کو علی کو مرکز الواش کا سلام پہنچے. ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف رکھتے ہیں وہ ایک بہت ہی متنوع شخصیت رکھنے والے علمی ادبی ثقافتی شخصیت ہیں، اور بلوچستان میں ہمارے مہمان ہوتے ہوئے میزبان بھی ہیں. میری مراد ڈاکٹر سید ابوالحسن میری سے ہے کہ جو خانہ فرہنگ اسلامی جمہوریہ ایران کوئٹہ میں ڈائریکٹر جنرل ہیں. ابھی چند ماہ پہلے ہی انہوں نے چارج سنبھالا ہے، اور ان کے آنے کے ساتھ ثقافتی اور علمی فعالیتوں میں بھرپور اضافہ ہوا ہے. میں آپ سب کی طرف سے، اپنی طرف سے ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور دکتور خدمت شما خوش آمد گزارش میکنم. و ان کے خانہ فرہنگ ایران، شما به عنوان رئیس خانہ فرہنگ ایران اینجا تشریف دارید در شهر کویت، اهداف و مقاصد خانہ فرہنگ چیست؟ این اگر یک کمی برای بینندگان معرفی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت بینندگان شبکه البرز و تلویزیون البرز سلام عرض میکنم و خدمت شما جناب آقای دکتر فضل‌باش عزیز. همونطور که مستحضر هستید، روابط ایران و جمهوری اسلامی، ایران و جمهوری اسلامی پاکستان، قبل از اینکه روابط سیاسی شروع شود روابط فرهنگی شروع شد و در دوره قبل از انقلاب اسلامی با تأسیس انجمن فرهنگی مشترک بین ایران و پاکستان در کراچی همکاری های فرهنگی و روابط فرهنگی ایران و پاکستان شروع شد. در سال 1334 شمسی که مصادف میشه با 1955 میلادی، توافقنامه فرهنگی بین ایران و پاکستان منعقد شد و به امضای وزیر فرهنگ وقت ایران و وزیر خارجه پاکستان به امضای دو نفر رسید، و بعد از اون خانه‌های فرهنگ ایران در شهرهای ایالت‌های مختلف و شهرهای مختلف پاکستان تأسیس شد، که خب خانه فرهنگ کویته یکی از اون خانه های فرهنگی است که در سال 1956، دقیقاً یک سال بعد از اینکه این توافقنامه به امضای دو طرف رسید، تأسیس شد و از همون سال که قدمتی نزدیک 70 سال داره، 67 سال، خب یکی از معمولیت ها و وظایف خانه فرهنگ علاوه بر اینکه بحث اشتراکات فرهنگی و اینها رو داره تقویت میکنه و توسعه میده بین ایران و پاکستان، خب تمرکز داشته برای معرفی فرهنگ و تاریخ و تمدن ایران. خب فرهنگ و تمدن، تاریخ و تمدن ایران و پاکستان از هم جدا نیست، و خب مستحضر هستید که در سالهای خیلی دورم نه، زبان فارسی در پاکستان خیلی توجه می شده و در همین ایالت بلوچستان زبان حکومتی و رسمی زبان فارسی بوده. مردم از اقوام و فرهنگ‌های مختلف با زبان‌های مختلف در کنار زبان مادریشان زبان فارسی رو هم یاد می گرفتن و مورد توجه بود و به این زبان فارسی گفتگو می شد و خب حکومتی هم بود، نمونه رسمی مکاتبات هم با زبان فارسی بود. یکی از وظایف اصلی خانه فرهنگ بحث آموزش زبان فارسی هست که از همان ابتدا بحث برگزاری کلاس های فارسی، فارسی آموزی. علاوه بر خود خانه فرهنگ در دانشگاه و مراکز مختلف پیگیری میشه که در حال انجام هست. دومین موضوع بحث آموزش های هنری هست که در قالب کلاس های خطاطی و نقاشی و برخی هنرهای دیگه در آن خانه فرهنگ برقرار هست. خب خط یک هنر ایرانی هست، خط نستعلیق به خصوص و مورد علاقه هست، و خط
کتابت بوده و در اون پاکستان هنرمندان خیلی خوبی هم وجود دارد. اینها علاقمند هستن به آموزش به خط فارسی و در خانه فرهنگ در دوره مختلف شرکت کردن که خیلی از اساتید خطاطی ایالت بلوچستان اینها در خانه فرهنگ خطاطی رو یاد گرفتن. علاوه اون بحث نقاشی است که برای کودکان و جوانان و بزرگسالان کلاس مختلفی در حال برگزاری است. در کنار اینها یک کتابخانه داریم به نام کتابخانه علامه اقبال لاهوری که بیش از 6000 جلد کتاب دارد. کتاب‌های به حتی علاوه بر زبان فارسی کتاب‌های به زبان بلوچی، بخشی دارد زبان براهوی، زبان پشتو و انگلیسی که مورد استفاده است. روزانه تعداد زیادی از جوان‌ها و علاقمندان به کتاب و کتابخانه در خانه فرهنگ حضور پیدا می‌کنند و مطالعه می‌کنند و استفاده می‌کنند از منابع موجود. این های بخش از فعالیت های خانه فرهنگ است. علاوه بر اون ما برنامه های مختلف فرهنگی داریم. اون چیزی که بیشتر اشتراکات ایران و پاکستان است، شاید من به جرات میتوانم این رو اعلام کنم، بیش از 90% فعالیت هایی که خانه فرهنگ انجام میدهد فعالیت هایی است که برای خود پاکستان و خود پاکستانی ها و مردم پاکستان و مناسبات های مشترک بین دو کشور هست. نمونه بزرگداشت علامه اقبال لاهوری هست. 14 آگوست از روز استقلال و آزادی پاکستان که ما هر سال به مناسبت نشست های علمی و جلسات مشاعره داریم که بین العوامی و از زبان های مختلف شعرا میان و شعرهای خودشون رو می‌سراین برای نزدیکی به کشور. مناسبات های ملی که ما در ایران داریم مثل روز 22 بهمن که روز پیروزی جمهوری اسلامی هست یا ارتحال حضرت امام و یا مناسبات های مثل تولد یا وفات قائد اعظم یا روزهای مهم و استقلال پاکستان و روزهای مثل این چینی که مورد احترام دو کشور هست برای تعمیق رابطه دو کشور در خانه فرهنگ مراسماتی برگزار میشه. شکر خیلی دکتر، من این نکات را جناب رکس صاحب سے میں نے سوال پوچھا خانہ فرہنگ کی فعالیت کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو تھوڑی سی ان کی تاریخ پر روشنی ڈالی کہ 1955 میں ایک یادداشت ایران اور پاکستان کے درمیان دستخط ہوئی جو ابھی تک ہے اور ہر تین سال بعد اس کی تجدید ہوتی ہے، جس میں بہت سے دیگر تعلیمی اور تاریخی کہیں یا جو بھی سطح ہیں ان میں اسی یادداشت میں ثقافتی روابط بھی ہیں، تو وہی ہوا 55 میں یہ یادداشت پہ دستخط کیے گئے، 1956 میں کوئٹہ میں خانہ فرہنگ ایران قائم ہوا۔ اس ادارے کے جو اہداف و مقاصد ہیں بنیادی طور پہ تو یہ تھا کہ ایران کی ثقافت اور تاریخ کی شناخت یہاں کروائی جائے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ زیادہ تر خود پاکستان کا تعارف دیا جاتا ہے، کیونکہ ایران اور پاکستان نہ ثقافتی حوالے سے، نہ تاریخی حوالے سے، نہ دینی حوالے سے، کسی حوالے سے بھی دوسرے سے جدا نہیں ہیں، مشترکات ہیں۔ تو خانہ فرہنگ ایران میں ان مشترکات پہ کام ہوتا ہے۔ جو بنیادی نکات ہیں مختصر سا میں ذکر کروں کہ فارسی زبان سکھانے کی کلاسیں ہیں، فارسی زبان سکھائی جاتی ہے، اس کے ساتھ ہی خطاطی مصوری کا فن بھی سکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سیمینار کانفرنس ہوتے ہیں کہ جو مقامی ملکی اور عالمی سطح پہ ہوتی ہیں، کہ جس کی مثال انہوں نے دی کہ حال ہی میں اقبال پہ جو کانفرنس منعقد ہوئی خانہ فرہنگ میں۔ دوسری طرف انہوں نے یہ ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو پروگرام کرتے ہیں، ہماری جو فعالیتیں ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ 90% پاکستان کے اپنی فعالیت ہے، پاکستان کا اپنا تعارف ہے، پاکستان کے اپنے شناخت کے حوالے سے ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ہم یہاں پاکستان کے جو اہم دن ہیں 14 اگست ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ایام ہوں، وہ ہم باقاعدہ مناتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، سیمینار اور مشاعرے اس حوالے سے کرتے ہیں، اسی موضوعات پہ وہ ہوتے ہیں، یعنی تحریری اور تقریری مقابلے ہوتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے بھی نکات ہیں۔ مثلا ڈاکٹر صاحب کے آنے سے ایک نکتہ اور میں ذکر کروں کہ انہوں نے اس دفعہ قرآن کا بہت بڑا مقابلہ رکھا خانہ فرہنگ نے،
کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ ایک مشترکہ ادارہ ہے، درست ہے کہ ایران کا ثقافتی مرکز ہے، لیکن اس میں ایران اور پاکستان دونوں ممالک کے ثقافت کی ترویج ہوتی ہے اور دونوں طرف کے فنکاروں کی لکھاریوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور ڈاکٹر، اچھا میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا خود سیستان بلوچستان صوبے سے تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں بالکل اجنبیت محسوس نہیں کر رہے ہیں جیسے کوئٹہ ہی کے ہیں. فارسی زبان کے ساتھ ساتھ بلوچی بھی روانی سے بولتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے ہم ذرا زاہدان سیستان بلوچستان میں بلوچی اور براہوی کے حوالے سے پوچھ لیتے ہیں. اگر ڈاکٹر سیستان بلوچستان ہم بلوچ طور ہم براہوی طور یعنی ہم ان اقوام اونجا ہستن، از لحاظ فرهنگ و ادبیات بلوچی و براوی وضعیت سیستان بلوچستان چیست؟ اگر بینندگان در سیستان بلوچستان فرهنگ به زبان براهوی آمیخته شده با فرهنگ به زبان بلوچی. ما یکی از قبایل استان سیستان بلوچستان که بیشتر در زاهدان و اخواش و سیستان و زابل و اطراف اینها سکونت دارن و زندگی میکنن، اینها از قبیله براهوی هستن، ولی فرنظر فرهنگی و زبانی خیلی فاصله گرفتن از براهوی و بلوچی شناخته میشن و خیلی تمایزی رو مردم و فرمومی و خود اونها خیلی اونها متوجه نیستن. از این جهت ضرورت دارد آکادمی های براهوی که در اینجا فعالیت دارن با همکاری خانه فرهنگ، ما میتونیم همکاری کنیم و مجموعه فرهنگی داخل ایران، افرادی که از قبایل براهوی هستن و اینها با فرهنگ و زبان خودشان میتونن آشنا بشن و این ما میتونیم زمینه فراهم کنیم که بیشتر آشنا بشن و هویت خودشون رو پیدا بکنن و معرفی کنن فرهنگ و زبان خودشون رو. از این جهت این چیزی که مثل در فضای بلوچستان، ایالت بلوچستان و شهر کویت حاکم هست و تقلیل بیشتر میکنن و معرفی میکنن و تمایز داره، در ایران ما این فضا و این شرایط و این چیز فراهم نیست. اگر ادبیات بلوچی، زبان بلوچی وضعیتش چی هست در سیستان بلوچستان؟ در سیستان نویسنده های بلوچی، کتاب های بلوچی، ما در کنار به قول معروف قوم بلوچ از قوم هایی و اقوام اصیل ندیب و شریف ایرانی است. خب در ایران ما هم بر اساس قانون اساسی، هم فضایی که در کشور ما شرایطی که فراهم شده، اقوام آزادن برای معرفی فرهنگ و زبان و هویت خودشون و حاکمیت هم خیلی توجه دارد که اینها هویت خودشون را داشته باشند، چون میدونید که هویت ملی و سنتی هر کشوری میتواند این کشور را در برابر فرهنگ های مهاجم مثل فرهنگ های لیبرالی و غربی واکسینی کند. به عنوان خورده فرهنگ هایی که شناخته میشوند در کنار اون فرهنگ کلی یک کشور هست، خیلی توجه به اونها میشه و کلاس های بلوچی در مراکز فرهنگی ما شروع شده که حاکمیتی هم هستن، حمایت هم میکنن. کتاب های مختلفی منتشر میشه، نویسندگان، شعرهای بلوچ و الحمدلله افراد فرهیخته و دانشگاهی دارن، بخش زیادی از اعضای علمی و دانشگاهی هایی که توجه دارن به فرهنگ و زبان خودشون، مجموعه مختلفی، مؤسسات مختلف ادبی فرهنگی وجود داره و این نشر پیدا میکنه و به خصوص موسیقی بلوچی یکی از موسیقی های فاخر ایران هست که برخیشون سلامت هستن در دنیا، گروه های مختلف وجود داره و سالانه در مناسبت های مختلف به جاهای مختلف دنیا از طریق وزارت فرهنگ و شاد اسلام ایران و مجموعه رازیان های ما اعزام میشن و اجرا میکنن و هنرمندان مطرحی ما داریم، کارگردان معروف بلوچی داریم که اینا فیلم هایی رو در خود منطقه میزنن که در جشنواره مختلف صاحب مقام شد، مثل جشنواره بین‌المللی فجر و جوایز بین‌المللی در فستیوال های مختلف بین‌المللی کسب میکنن و از این جهت خیلی توجه میشه و این بخش برمیگردد که بیشتر زبان بلوچی در مناطق شمالی استان سیستان و بلوچستان در زاهدان و جای دیگه اینها شفاهی هست،
و گویش و زبان بلوچی که در منطقه ما هست بیشتر زبانی، خیلی مکتوب جوان ها اینها به دلایل که خودشون من یعنی خیلی شاید سخت هست اونها و توجه نشده که با این برگزاری کلاس های آموزش زبان بلوچی این بحث مکتوب هم انشاءالله خلاش برطرف شد. و رکشت نے کہا، میں نے اس سے سوال جو پوچھا تھا، انہوں نے بتایا کہ جو سیستان بلوچستان صوبہ ہے اس میں دیگر قبائل یا قوم کے ساتھ بلوچ اور براہوی بھی رہتے ہیں، براہوی جو لوگ رہتے ہیں وہاں وہ سب کو بھی بلوچ کہلاتے ہیں جیسے ہمارے ہاں ہیں، تو لہٰذا ان کے ہاں زیادہ ابھی تک اپنی زبان اور ثقافت تو خیر کی بنتی ہے، تو زبان کی اور ادبیات کے حوالے سے رجحان ابھی تک اس طرح نہیں ہے، ابھی تک وہ اس طرف دھیان نہیں دے سکے ہیں. اور بلوچی کے حوالے سے یہ ہے کہ بلوچی میں ادب تخلیق ہو رہا ہے، وہاں ہمارے پاس بلوچی کے بہت اچھے اچھے شاعر ہیں جن کی کتابیں چھپتی ہیں، جن کے دیوان چھپتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو کچھ ثقافتی ادارے ہیں وہاں بلوچی زبان کی کلاسیں رکھی جا رہی ہیں کہ جس پہ بلوچ نوجوان اپنی زبان بولنا تو جانتے ہیں لکھنا پڑھنا بھی سیکھیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو بلوچی موسیقی ہے وہ ہمارے ایران کی موسیقی میں ایک ایسی ہے کہ جس پہ ہمیں بڑا فخر ہے اور جو بہت آگے گئی ہے، اور انٹرنیشنل سطح پہ ہمارے بلوچ ایسے گائک ہیں ایران کے جن کی شناخت ہوئی ہے، جن کا تعارف ہے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ مثلا میں یہاں ہوں، یہ خانہ فرنگ ایران کے تعاون سے ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ یہاں سے یہاں جو بلوچی اور براہوی کے اہل قلم ہیں ان کے تعاون سے وہاں ہم مزید ترویج بلوچی زبان و ادب اور براہوی زبان و ادب کے لیے اس کی ترویج کے لیے ہم کام کر سکیں. اور ڈاکٹر عالن ہمائش برگزار کر دی در خان فرہنگ مفاخر بلوچستان، در این چهار شاعر از استان بلوچستان پاکستان بود، یک شاعر از ایران هم، یعنی این بار اول این کار خانه فرنگ کرد که از ایران هم یک شاعر معرفی کرد. درباره این شاعر اگر یک کمی چیز کنید شما صحبت کنید که این شاعر، خب شاعرهای زیادی در بلوچستان ایران وجود دارن که از قوم عجیب و شریف ایرانی بلوچ هستن و اینها شعرهاشون اکثرا به فارسی است، کنار اینکه به بلوچی به زبان مادری خودشون شعر میگن شعرهاشون فارسی است اکثرا. یک از این شعرها مرحوم مولوی ربانبد هست که ایشون معروف است به سعدی بلوچستان، اشعار خیلی زیبایی دارد و متأثر از شعرهای بزرگ ایران، برای همین معروف شده است به سعدی بلوچستان. ما هر ساله برنامه داشتیم در خانه فرهنگ با عنوان تجلیل از مفاخر ادبی و علمی مشترک بین ایران و بلوچستان پاکستان. خب اکثرا بیشتر شعرهایی که در ایالت بلوچستان بودن از اقوام مختلف، بلوچ، براهوی، هزارگی و پشتون، و خیلی از ایران معرفی نمی شدن. مولوی ربانبد شاعر معروف بلوچستان ایران در ایالت بلوچستان هم شناخته شده است، چون از منطقه پیشین سرباز جنوب استان سیستان بلوچستان بودن که الان شهرستان سرباز و پیشین اونجا هستن و در جنوب ایالت بلوچستان خیلی مطرح هست و شناخته شده هست. و وظیفه خانه فرهنگ است که تدریس کنند از مفاخر مشترک، خصوصا اونها که شعر فارسی داشتن، چون فارسی نخه تسبی به قول رهبر معظم حسین بین ایران و پاکستان هست، همینطور که اقبال به عنوان شاعر فارسی گوی پاکستان شناخته میشه از مؤسسان پاکستان، ایشون خیلی علاقه به فارسی داشت، باید که فارسی صحبت نمیتونستن بکنن ولی دو سه بوم اشعارشون فارسی هست. ما هم وظیفمون هست که به این بحث فارسی خیلی توجه بکنیم، چون از اشتراکات ایران و پاکستان هست. مشترک رو ما انتخاب کردیم و نقطه اشتراک این شعرها این بود که اینها شعر به فارسی داشتن و برای اولین بار ما یکی از نویسندگان مطرح و محققین پژوهشگران مطرح سیستان و بلوچستان رو بهشون پیشنهاد کردیم در رابطه بهشون کار پژوهشی اگر دارن آماده بکنن، و در این مراسم ما دعوت کردیم به اتفاق مدیر حوزه هنری سیستان و بلوچستان که ما بتوانیم
معرفی خوبی داشته باشیم از مفاخر مشترک و تجلیل به امان آمد. و انشاءالله در آینده سعی خواهیم کرد که این مفاخری که مشترک است در ایران و چه در بلوچستان و پاکستان برنامه چه در کویت و چه در زاهدان انشاءالله برگزار. ممنون آقای دکتر. من این سے پوچھا کہ جو یہاں کانفرنس منعقد ہوئی فارسی شعراء کے بارے میں کہ جس میں بلوچستان کے چار شاعر تھے میر گل خان نصیر، ملا محمد حسن براوی، ملا سلام شیزئی اور محمد علی اختیار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی براوی بلوچی اور بشتو زبان کے ساتھ فارسی میں شعر کہے. تو اس دفعہ سیستان بلوچستان سے بھی مولوی راوانبود کے نام سے ایک شاعر جس کو یہاں کے شعرا بھی بلوچی کے جانتے ہیں وہاں کے بھی، وہ فارسی کے ساتھ انہوں نے بلوچی میں بھی شاعری کی ہے اور اس کو بلوچی کا سادی کہتے ہیں. جو فارسی میں سادی کا جو مقام ہے اس کو بلوچی کے سادی کے نام سے پہچانا جاتا ہے. تو وہیں کے زائدان سیستان بلوچستان سے ہی ایک محقق کو دعوت دی گئی جنہوں نے ان کے راوانبود پہ کام کیا تھا. تو وہ آئے اس کانفرنس پہ، انہوں نے اس پہ مقالہ پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ خان فرنگ کا یہ ہدف ہے کہ آئندہ بھی ان مشترکات پہ کام ہو اور ان کی ترویج ہو، جس طرح اقبال نے یہاں رہ کے فارسی میں شعر کہے اور ایک رشتہ جوڑ دیا ان دو ممالک کے درمیان، ہم ان کو بھی جو سیستان بلوچستان اور بلوچستان میں شعرا ہیں ان کی یاد بنائیں گے، ان کے کتابوں کو شائع کریں گے، ان پہ کام کریں گے تاکہ یہ روابط اور مضبوط ہو. اور دکتر بسیار تشکر از شما. چند تا نکته رو اسخای میکنم، میتوانم اضافه کنم به فعالیت های امانی فرهنگ و جا دارد که اینجا معرفی کنیم. اینها بخشی از فعالیت های خانه فرهنگ خدمتون گفتم که در قالب بحث های ادبی و هنری بود. یکی از معمول وظایف خانه فرهنگ و کارهایی که خانه فرهنگ داره انجام میده بحث زمین سازی و ایجاد شرایط و بحث ارتباط توسعه ارتباطات علمی و دانشگاهی بین دانشگاه های ایالت بلوچستان و دانشگاه ها و مراکز علمی ایران هست که ما در قالب برگزاری هم اعزام هیئت ها و تبادل استاد و دانشجو و هم بحث بورسی یا اسکولارشیپ که در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و پی‌اچ‌دی به علاقه‌مندانی که تحصیل در ایران باشد براشون فراهم میکنیم. جدای از اون بحث اعزام هنرمندان هست، اعزام هنرمندان در جشنواره‌ها و برنامه مختلف فرهنگی که در ایران برگزار میشه، جشنواره مختلف و علاوه بر اون اعزام هنرمندان از ایران به بلوچستان و پاکستان که این کار رو داریم به جد داریم پیگیری میکنیم. و علاوه بر اون برگزاری هفته های فرهنگی هست که یا نمایشگاه های مشترکی که در حوزه صنایع دستی، مد و لباس، کتاب و اینها میتوانیم برگزار کنیم که ما داریم این شرایط رو پیگیری میکنیم. انشاءالله اینها در گذشته کمتر بیش توجه شده، در دوره جدید فعالیت خانه فرهنگ بیشتر مورد توجه قرار بگیره. و یکی از فعالیت های دیگری که خانه فرهنگ در کنار این فعالیت های فرهنگی اونری داره بحث وحدت شیعی و سنی هست، بحث اتحاد بین المسلمین هست که هم حکومت پاکستان خیلی توجه داد، هم حکومت جمهوری اسلامی ایران. و ما با برگزاری نشسته های مشترک بین علمای شیعه و سنی در منطقه، یک از برنامه های جدی که گذاشته بوده برگزاری مسابقات قرآن که ما در این دوره جدید شاید برای اولین بار مسابقات قرآن کریم در دو رده سنی نوجوانان و بزرگسالان رو برای اولین بار در ایالت بلوچستان برگزار کردیم که فکر نکنم در خیلی از ایالت های پاکستان انجام شده باشه. و از 14 شهرستان ایالت بلوچستان در این مسابقات شرکت کردیم و خیلی استقبال شد. در کنار این فعالیت ها، این فعالیت ها هم داره انجام میشه و انشاءالله که با کمک مردم علاقمندان به توسعه روابط ایران و پاکستان، ما دو کشور دوست و همسایه و برادر هستیم، ما پاکستان رو جدای از خودمون نمیبینیم. ایران و پاکستان مرز 935 کیلومتر با هم دارن، از گذشته روابط تاریخی و فرهنگی و تمدن مشترکی دارن و امنیت پاکستان امنیت ما هست و این رو با صادقانه و با خلوص خدمت شما. شکر آقای دکتر که وقت را در اختیار شبکه برج گذاشتید.
انشالله بازم شما را در برنامه های دیگه زیارت کنیم، ببینیم از صحبت های شما، سخنان شما استفاده کنیم. اجازه چاہیے سے پہلے مختصر سا جو ڈاکٹر صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ خان فرق کے اہداف میں جو ذکر وہی کی بھی ہے کہ ایران اور پاکستان کی یونیورسٹیوں کے درمیان تعلیمی روابط بنانا، اساتذہ کا تبادلہ اور اسکالرشپ دلوانا یہاں کے طالب علموں کو ایران میں، اور ان کو دورے کرانا، اسی طرح ثقافتی تبادل بھی ہو کہ وہاں جو فیسٹیول ہوتے ہیں ادبی، ثقافتی، موسیقی کے، اس میں یہاں کے فنکاروں کو دعوت دی جائے کہ وہ جائیں، اور اسی طرح وہاں سے بھی ہم فنکاروں کو بلائیں جو یہاں آ کے اپنے فن کا مظاہرہ کر سکیں. انہوں نے یہ بھی نقطہ ذکر کیا کہ مثلا یہ پہلی مرتبہ ہو گیا کہ خان فرنگ نے ایک بہت بڑے پیمانے پہ عمر کے لحاظ سے دو سطح پہ قرآنی قرات کے مقابلے منعقد کیے کہ جس میں 14 اس سے شہروں سے ہندوستان کے شرکا شریک ہوئے. اور ہمارا اس سلسلے میں ہدف یہ بھی ہے کہ یہ جو ایک فضا بنائی جاتی ہے جو کہ حقیقت نہیں رکھتی شیعہ اور سنی کے درمیان، ہم ان فاصلوں کو بھی کم کریں اور ہم اسلام کے نام پہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے آپس میں مل کے اپنے دین، تاریخ اور ثقافت کی حفاظت کر سکیں. آپ کے توجہ اور آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ. آئندہ تک خدا حافظ.